کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. صفحه 245. تهران آن روز با تهران امروز پایتخت کشور ایران خیلی فرق داشته. تهران آن روز همان تهران دوره شاه طهماسب اول پادشاه صفوی بود که به دستور آن پادشاه اطرافش حصار کشیدند و 114 برج به شماره سوره های قرآن در آن حصار ساختند و شهر تهران از حدود حصار شهر تجاوز نمی کرد مگر در طرف شمال و در آن قسمت به دستور کریم خان زند اماراتی را بنا می نهادند و در دوره قاجاریه امارات سلطنتی در همان محوطه ساخته شد و موسوم به ارک گردید و چون امارات کریم خان زند حفاظ نداشت یک حصار فرعی به وجود آوردند که بعد از اینکه امارات کریم خانی را در بر می گرفت به حصار اصلی منتهی می گردید و به همین جهت مسافر و پیک نمی توانست از راه صحرا خود را به مسکن کریم خان زند برساند و باید وارد شهر شود و آنگاه به سوی مسکن وکیل و رعایا به راه بیفتد. وقتی سبزعلی بیک به مسکن کریم خان زند رسید به او گفتند که وکیل و رعایا خوابیده است. سبزعلی بیک به صاحب منصب کشیک و دو تن از صاحب منصبان که به حصار شهر آمدند و او را شناختند گفت: شما می دانید که بعضی از مسائل هست که اگر به تعویق بیفتد تولید عواقب وخیم می کند و اگر گزارش شیخ علی خان زند هم اکنون به اطلاع پادشاه ایران نرسد و تا صبح به تأخیر بیفتد همه ما ممکن است مغضوب واقع شویم و به مجازات های سخت دچار گردیم و اگر شما می ترسید که در این موقع شاه را از خواب بیدار کنید من او را از خواب بیدار می کنم و مسئولیت خشم او را هم اگر از بیدار کردن خشمگین شود بر عهده می گیرم. صاحب منصب کشی گفت: من نمی توانم بگذارم که تو خود را به اتاق شاه برسانی تا او را از خواب بیدار کنی. سبزعلی بیگ گفت: من چون پیک هستم و از راه دور می آیم ناچار بودم که مسلح باشم تا در راه به من حمله ور نشوند، ولی شما اسلحه مرا بگیرید و باز اگر سوء ظن دارید دو دست مرا ببندید و خودتان هم با من بیایید تا بدانید که من سوء قصد ندارم و باز می گویم که خود من شاه را از خواب بیدار خواهم کرد.
صاحب منصب کشیک اسلحه سبزعلی بک را گرفت، اما دستهایش را نبست، زیرا جرأت نمی کرد به مسئولیت شخصی دستهای یک صاحب منصب برجسته چون سبزعلی بک را ببندد. اما چون آن پیک حاضر نبود که خورجین خیش را از خود جدا کند، دو نفر از سربازان را فراخواند تا از دو طرف مواظب سبزعلی بک باشند و خود او هم عقب پیک افتاد تا پشت اتاق شاه رسیدند. در آنجا سبزعلی بک چند بار سرفه کرد و کریم خان زن از خواب بیدار شد و بانک زد کیست؟ پیک جواب داد: ای پادشاه ایران، من سبزعلی بیک هستم و از جانب شیخ علی خان زند، سردار قشون مازندران و استراباد می آیم. کریم خان زند با تشدد گفت: تو که تمام عمر در ایران مشغول خدمت بوده ای، آیا نمی توانستی صبر کنی که روز طلوع کند و بعد به من بگویی چه کار داری؟ سبزعلی بیک گفت: پادشاه ایران به سلامت باشد، آنهایی که تا طلوع آفتاب برای دادن خبر صبر می کنند حامل خبر بد هستند و کسی که یک خبر خوب می آورد باید مجاز باشد که بیدرنگ آن خبر را به عرض پادشاه ایران برساند. کریم خان زند گفت: خبر خوب تو چیست؟ سبزعلی بیک گفت: به اقبال پادشاه ایران محمد حسن خان قاجار شکست خورد و قشونش به کلی متلاشی گردید و خود او به قتل رسید. کریم خان زند با مسرت گفت: خوشخبر باشی ای سبزعلی بیک، آیا محمد حسن خان کشته شد؟ سبزعلی بیک گفت: بلی ای شهریار ایران، و بزرگترین دشمن شما به هلاکت رسید، و آیا اجازه دارم که وارد اتاق شوم و عریضه شیخ علی خان زند را به پادشاه تقدیم نمایم؟ کریم خان زند گفت: بلی داخل شو، و بعد از ورود فتیله مردنگی را بالا بکش که اتاق روشن‌تر شود. سبزعلی بیک به اتفاق صاحب منصب کشیک وارد اتاق شد، اما آن دو سرباز بیرون اتاق ماندند و صاحب منصب کشیک فتیله مردنگی را بالا کشید و سبزعلی بیک فتح‌نامه را به دست کریم خان زند داد و وکیل الرعایا بعد از خواندن نامه دو دست را بلند کرد و گفت: خدایا از تو سپاس گذارم که مرا بر دشمنم فاتح کردی. وقتی وکیل الرعایا از خواندن نامه فارغ گردید، از سبزعلی بیک پرسید: سر در کجاست؟ سبزعلی بیک خورجین خود را گشود و سر بریده محمد حسن خان را با چشمهای نیمه باز بیرون آورد و مقابل وکیل الرعایا بر زمین یعنی روی فرش نهاد. چون سر را در یخ گذاشته بودند، بعد از اینکه روی فرش نهاده شد، قدری آب خون از مقطع سر بر فرش ریخت و آن را مرطوب کرد و وکیل الرعایا برای اینکه محمد حسن خان را به خوبی بشناسد، چشم‌ها را به سر بریده نزدیک نمود و از آن سر قدری بوی تعفن به مشامش رسید و نه فقط از آن رایحه کریه ابراز نفرت نکرد، بلکه گفت: به به، چه بوی مطبوع است. سبزعلی بیک تصور میکرد که محمد حسن خان قبل از اینکه به قتل برسد عطر گل بر خود زده بود و با اینکه عطر گل زیاد دوام نداشت و ندارد، با خود گفت: شاید هنوز اثر آن عطر از بین نرفته، و گفت: آیا پادشاه ایران از این سر بوی عطر گل را استشمام میکند؟ کریم خان زند گفت: نه، و من از این سر بوی لاشه را استشمام می کنم، ولی چون سر بریده دشمن است از آن لذت می برم. کریم خان زند بدون اینکه متوجه باشد کلامی را بر زبان آورد که 17 قرن قبل از آن یکی از امپراتوران روم به اسم ویتهلیوس بر زبان آورده بود. ویتلیوس امپراتور روم که در سال 68 بعد از میلاد به موجب حکم مجلس سنای روم از امپراتوری مخلوع گردید، هنگامی که امپراتور بود با یک مدعی به اسم اوتون جنگید و آن جنگ چند روز طول کشید تا اینکه ویتلیوس فاتح گردید.
بعد از خاتمه جنگ ویتلیوس هوا را که از بوی تعفن لاشه ها اشباع شده بود بویید و گفت: چه رایحه مطبوع است. اطرافیان حیرت کردند و از امپراتور روم پرسیدند چگونه وی آن بوی مکروه و تهوع آور را مطبوع می داند. ویتلیوس در جواب گفت: بوی جسد بی جان دشمن مطبوع است، به خصوص اگر هموطن انسان باشد. کریم خان زند قسمت آخر گفته ویتلیوس را بر زبان نیاورد، اما آنچه گفت شبیه بود به قسمت اول گفته امپراتور روم. بدین ترتیب بعد از 17 قرن یک پادشاه شرقی چیزی گفت که یک امپراتور غربی آن را بر زبان آورده بود. بدون اینکه کریم خان زند از وجود ویتلیوس اطلاع داشته و گفتهش را شنیده باشد. بعد از اینکه شهریار زند یقین حاصل کرد که سر بریده سر محمد حسن خان قاجار است، به صاحب منصب کشی که هنوز در اتاق بود اشاره کرد که از اتاق بیرون برود و در را ببندد. آنگاه از سبزعلی بیک راجع به جنگ توضیح خواست و پرسید که شیخ علی خان زند چه می کند؟ سبزعلی بیگ گفت: بعد از اینکه محمد حسن خان شکست خورد و سربازانش متفرق شدند، شیخ علی خان زند تصمیم گرفت که به استراباد برود و طایفه اشاق باش را وادار به تسلیم نماید تا دیگر افراد آن طایفه نتوانند برای شهریار ایران تولید مزاحمت کنند. کریم خان زند گفت: این موضوع را در نامه خود نوشته است و من تصور می کنم بعد از محمد حسن خان در طائفه اشاق باش کسی نیست جز پسر بزرگش آقا محمد خان، و آیا قصد مراجعت داری یا اینکه می خواهی با من باشی؟ سبزعلی بیگ گفت: من مطیع امر شهریار ایران هستم و هرچه پادشاه دستور بدهد اجرا خواهم کرد. کریم خان زند گفت: من می دانم که تو از اشرف تا اینجا بدون لحظه استراحت راه پیموده ای که زودتر مژده پیروزی را به من برسانی، و بدون تردید محتاج استراحت هستی، و بعد از اینکه خستگی تو رفع شد نزد من بیا تا نامه ای بنویسم و به توسط تو برای شیخ علی خان بفرستم. راستی تو به من نگفتی که سر محمد حسن خان را کی از بدن جدا کرد؟ سبزعلی بیگ گفت: من اولین ضربت را بر محمد حسن خان زدم و پس از اینکه افتاد باز خود من سر از بدنش جدا کردم. کریم خان زند گفت: پس مستوجب دریافت پاداشی که به تو وعده داده بودم هستی، و پس از اینکه خستگی تو رفع شد و نزد من آمدی پاداش تو را خواهم داد. وقتی سبزعلی بیگ مرخص شد از کریم خان زند پرسید: آیا اجازه می دهید که سر را ببرم؟ شهریار زند پرسید: با این سر چه می خواهی بکنی؟ سبزعلی بیگ گفت: می خواهم این سر را در منجلاب بیندازم. شهریار زند گفت: این کار را نکن. سبزعلی بیگ گفت: این مرد بزرگترین دشمن پادشاه ایران بود. کریم خان زند جواب داد: این مرد تا روزی که زنده بود بزرگترین دشمن من محسوب می شد، و اینا که مرده حسابش با خدای او می باشد، و من نمی خواهم که سر بریده دشمن من در منجلاب قرار بگیرد. آنگاه کریم خان زند یکی از خدمه را احضار کرد و به او گفت: فردا این سر را با احترام به غسال خانه ببرید و بشویید و بعد در کنار قبر حضرت عبدالعظیم علیه السلام دفن کنید. دو روز بعد سر بریده محمد حسن خان را کنار قبر عبدالعظیم علیه السلام که از اماکن متبرک نزدیک تهران است دفن کردند. سبزعلی بیگ یک روز استراحت کرد و روز بعد هنگام بامداد به حضور کریم خان زند رسید و شهریار زند کاتب را احضار کرد و دستور داد که نامه‌ای برای شیخ علی خان زند بنویسد، و بعد از اتمام نامه و مهر شدن آن را به سبزعلی بیگ داد و کاتب را مرخص کرد و به او گفت: چون نامه با حضور تو نوشته شد تو از مضمون آن اطلاع حاصل کردی
و به طوری که فهمیدی من از این جهت تو را برای بردن این نامه انتخاب کردم که تو در قدیم حاکم استراباد بودی و به اوضاع محلی وقوف داری و میدانی که در آنجا چه کسانی دارای نفوذ هستند و میتوانی برای پیشرفت کارها به شیخ علی خان کمک کنی. همانطور که در نامه نوشته شده من در بین سران طائفه اشاقباش غیر از آقا محمد خان پسر بزرگ محمد حسن خان کسی را نمی بینم که بتواند از این به بعد سربلند نماید و شیخ علی خان باید آن پسر را که بیش از میزان سن خود رشادت و فهم و اطلاع دارد دستگیر کند و به زندان بیاندازد یا اینکه به تهران بفرستد که من در اینجا او را به زندان بیاندازم. من نمی توانم دستور بدهم که شیخ علی خان آن پسر را معدوم نماید چون قصاص قبل از جنایت نمی توان کرد و تا کنون از آن پسر عملی سر نزده که یاغیگری باشد، ولی پیش بینی می کنم که اگر آزاد بماند سر بلند خواهد کرد. سبزعلی بیگ گفت که ستاره اقبال شهریار ایران به قدری درخشنده است که اگر آقا محمد خان سر بلند کند پادشاه ایران او را هم معدوم خواهد نمود. کریم خان زند گفت صحیح است، ولی برای معدوم کردن او باز باید قشون فرستاد و مبلغی خرج کرد. اما اگر در زندان باشد خیال من از طرف او آسوده است و می دانم که مثل پدرش یاغی نخواهد شد. سبزعلی بیگ پاداش خود را گرفت و بعد از اینکه پول مزدور را که در آن عهد یک پول گزاف به شمار می آمد در جای مطمئن نهاد، با نامه کریم خان زند به سوی استراباد به راه افتاد، زیرا می دانست که شیخ علی خان زند به استراباد رفته است. میرزا مهدی استرابادی عمرش وفا نکرد که املاک خود را در استراباد به تصرف درآورد و قبل از اینکه قشون کریم خان زند وارد استراباد گردد زندگی را بدرود گفت و آرزوی استرداد املاک استراباد خیش را به دنیای دیگر برد. میرزا مهدی استرابادی تا آخرین روز زندگی محترم میزیست و همواره توانگر بود و بعد از مرگ ثروتی قابل توجه برای بازماندگان باقی گذاشت. شیخ علی خان زند بعد از تحصیل پیروزی در دشت قروق واقع در اشرف در مازندران مکس نکرد و راه استراباد را پیش گرفت. کریم خان زند دستور داد آقا محمد خان را دستگیر کنند. صفحه 249. آقا محمد خان قاجار پسر بزرگ محمد حسن خان و برادرش حسین قلی خان که بعد معروف به جهانسوز شاه گردید و جد سلاطین قاجاریه می باشد، فتحعلی شاه که بعد از آقا محمد خان قاجار به سلطنت رسید پسر حسین قلی خان بود که آنها در استراباد به سر می بردند. وقتی به آقا محمد خان خبر رسید که پدرش در اشرف مازندران شکست خورد و سبزعلی بیگ سرش را برید و به تهران برد و جسد بی سر پدرش در میدان جنگ به جا ماند و معلوم نیست چه بر آن جسد آمده است، تصمیم گرفت که با شیخ علی خان زند بجنگد. جیران مادرش او را از این کار منع کرد و گفت ای پسر، تو امروز قشون نداری و نمی توانی با شیخ علی خان زند بجنگی. آقا محمد خان گفت من با همین عده تفنگچی که در استراباد دارم با شیخ علی خان می جنگم و او را از پا در می آورم یا کشته می شوم. جیران اظهار کرد تو نخواهی توانست که شیخ علی خان را از پا در آوری چون او خیلی قوی است و اگر از پا در آوردنی بود پدرت او را نابود می کرد. آقا محمد خان گفت آیا میگویی که دو دست را روی هم بگذارم و تسلیم شیخ علی خان زند بشوم؟ جیران گفت نه، زیرا اگر تسلیم او بشوی تو را خواهد کشت یا دو چشمت را نابینا خواهد نمود. آقا محمد خان گفت پس چه کنم؟ جیران جواب داد که باید از استراباد رفت و جنگ با شیخ علی خان زند یا هر کس دیگر را که فرمانده قشون زندیه باشد موکول به موقعی نمود که ما قوی باشیم. آقا محمد خان گفت ای مادر، آیا تو میگویی که من فرار کنم؟ جیران گفت
تو می دانی که من با اینکه دیگر جوان نیستم هنوز می توانم سواری و تیراندازی کنم و از تفنگچی و شمشیر زن نمی ترسم و شاید مثل تو شجاع باشم، اما بین شجاعت و تهور را فرق می گذارم. جنگی که تو اکنون می خواهی با شیخ علی خان زند بکنی ناشی از تهور است نه شجاعت، زیرا او طوری نسبت به تو قوی است که در ساعت اول تمام افرادت را معدوم خواهد کرد و تو به قتل می رسی یا اسیر می شوی. در آن موقع شیخ علی خان زند یا دیگری که به جای او سردار قشون زندیه باشد تو و برادرانت را خواهد کشت اگر اسیر شوید و اجاق خانوادگی قاجار عشاقه باش خاموش خواهد گردید. اما اگر ما از استراباد برویم و جان خود را حفظ کنیم و منتظر فرصت باشیم، عاقبت فرصتی به دست می آید تا اینکه تو انتقام پدرت را از کریم خان زند و شیخ علی خان زند و دیگران بگیری. آقا محمد خان از مادر پرسید کجا برویم؟ جیران اظهار کرد وقتی تو خرد سال بودی ما مجبور شدیم کوچ کنیم و رفتیم و بین ترکمان ها زندگی کردیم و این بار هم می رویم و بین ترکمان ها زندگی می کنیم تا فرصتی به دست بیاید و تو بتوانی جای پدرت را بگیری و خونخواهی نمایی. آقا محمد خان در قبال دلیل مادرش تسلیم شد و خانواده محمد حسن خان مقتول از استراباد مهاجرت کرد و راه صحرای ترکمان را پیش گرفت و هنگامی که شیخ علی خان زند با قشون خود وارد استراباد گردید، از خانواده محمد حسن خان مقتول کسی در آنجا نبود. بعد سبزعلی بی که از تهران آمده بود وارد استراباد گردید و نامی شهریار زند را به شیخ علی خان تسلیم کرد. شیخ علی خان به سبزعلی بی گفت تمام افراد خانواده محمد حسن خان قاجار رفته اند و من دسترسی به آقا محمد خان ندارم تا او را دستگیر و محبوس کنم. سبزعلی بی گفت گرچه پادشاه ایران در دست خط خود نوشته که باید آقا محمد خان را محبوس کرد، ولی یک محبوس هر قدر با دقت تحت نظر باشد ممکن است بگریزد، ولو او را در قلعه‌ای مثل قلعه استخر فارس محبوس نمایند، همانطور که شاه اسماعیل و برادرانش از قلعه استخر گریختند و خود را به گیلان رسانیدند و بر تخت سلطنت نشستند. اما کسی که کشته شد دیگر زنده نخواهد گردید و خاطر پادشاه ایران از جانب یک کشته همواره آسوده است و من ترحم شهریار زند را نسبت به پسر ارشد محمد حسن خان دور از عقل می دانم و عقیده دارم که هیچ عاقل بعد از کشتن افعی طوله اش را نمی پروراند، زیرا روزی آن طوله مبدل به افعی خواهد شد و نیش خود را در بدن آن که وی را پرورانیده فرو خواهد کرد. شیخ علی خان زند گفت ما در این موقع نمی توانیم طوله افعی را به قتل برسانیم نه او را محبوس کنیم، زیرا از چنگ ما گریخته و در صحرای ترکمان به سر می برد. سبزعلی بیگ شیخ علی خان زند را وادار کرد که برای دستگیری آقا محمد خان قاجار و برادرش حسین قلی خان که بعد ملقب به جهانسوز شاه گردید قشون به صحرای ترکمان بکشد، ولی کریم خان زند که همچنان در تهران بود شیخ علی خان زند را به تهران احضار کرد و محمد خان قاجار دولو را حاکم استراباد نمود. طبقه بندی طائفه قاجاریه از روی تواریخی که در دوره سلطنت پادشاهان قاجار نوشته شده مورد اعتماد نیست، چون مورخین دوره قاجاریه برای تملق واقعیت‌های تاریخی را طوری دیگر نوشتند. به عقیده آنها طائفه قاجاریه از ازل برای این به وجود آمدند که سلطنت کنند و در مخیله هیچ یک از رؤسای طائفه فکری جز سلطنت نبوده و اینکه میگویند طائفه ای از قاجاریه به اسم دولو شترچران بودند و طائفه دیگر موسوم به قوانلو از راه پرورش گوسفند ارتزاق میکردند کذب محض است و اینها اتهاماتی میباشد که دشمنان قاجاریه به آنها زده اند.
مورخین قاجاریه علاوه بر این باز برای تملق تمام رؤسای طوائف یا طائفه قاجار را پادشاه دانستند و کوشیدند که کوچکترین رئیس یکی از تیره های آن طائفه را پادشاه معرفی نمایند. تمام اعمال بیرویه و عیاشی های توأم با جنایت فتحعلی شاه قاجار در کتب مورخین دوره قاجاریه در ایران به صورت کارهای بزرگ و پسندیده جلوه کرده و یک قسمت از فجایع اعمال پادشاهان قاجار را مسکوت گذاشتند. امروز اگر بگویند طائفه ای از راه پرورش گوسفند یا شتر ارتزاق می کرده، برای آن طائفه عیب نیست. اما در دوره سلطنت پادشاهان قاجار این صفات از عیوب بزرگ به شمار می آمده و به زعم مورخین ایرانی در دوره قاجاریه دولو و قوانلو که نام تیره هایی از طایفه قاجاریه می باشد اسمی است که دشمنان روی بعضی از تیره های طایفه قاجار گذاشتند. برای پی بردن به سوابق طایفه قاجاریه باید به کتب مورخین که قبل از دوره قاجاریه نوشته شده مراجعه کرد و در آن کتاب ها نشان داده می شود که در بین قاجار تیره های جلایر، دولو، قوانلو وجود داشته است. محمد خان قاجار که از طرف کریم خان زند به حکومت استراباد منصوب گردید از طائفه دولو بود و سبزعلی بیک به حاکم جدید گفت اگر می‌خواهی در استراباد با قدرت حکومت کنی باید پسران محمد حسن خان اشاقباش را معدوم نمایی یا لااقل آقا محمد خان را از بین ببری وگرنه او نخواهد گذاشت که تو در استراباد حکومت نمایی. گفته یه سبزعلی بیک درست بود و آقا محمد خان قاجار نمی‌گذاشت که او یا دیگری در استراباد به راحتی حکومت نماید. بعد از اینکه خانواده محمد حسن خان مقتول به صحرای ترکمان منتقل گردیدند، جیران مادر آقا محمد خان به او گفت که تا چندی شکیبایی را پیشه کند، ولی آقا محمد خان آنقدر دارای انرژی بود که نمیتوانست آرام بگیرد. آقا محمد خان از بین جوانان طائفه اشاقباش و عده‌ای از ترکمانان 1000 سوار انتخاب کرد و آن 1000 نفر یک قشون پارتیزانی کوچک اما مؤثر و سریع السیر به شمار می آمد. آقا محمد خان و سوارانش ناگهان می رسیدند و به قسمتی از استراباد حمله می کردند و هر کس را که مقاومت می نمود می کشتند و اسب و گوسفند و فرش و طلا و نقره مردم را به یغما می بردند. این قسمت از زندگی آقا محمد خان قاجار در تواریخ نویسندگان دوره قاجاریه مسکوت مانده است و آنها نخواستند بگویند که آقا محمد خان قاجار مبادرت به یغما می کرده، در صورتی که یغما در گذشته مثل امروز اینگونه مفهوم ناپسند نداشته است و آنهایی که در قدیم مبادرت به یغما می کردند عمل خود را تحصیل غنیمت جنگی می دانستند، همچنان که محمد حسن خان پدر آقا محمد خان دست برد می زد و غنایم جنگی به دست می آورد. آقا محمد خان اگر در صحرای ترکمان به سر می برد می توانست از راه پرورش دام و کشاورزی ارتزاق کند، ولی نیروی جوانی او مانع از این بود که یک زندگی آرام را پیش بگیرد. یکی از دستبردهای آقا محمد خان که خیلی حاکم استراباد و کریم خان زند را متغیر کرد ربودن 250,000 تومان پول نقره دیوان از طرف آقا محمد خان قاجار بود. در استراباد و سایر ولایات شمالی ایران مالیات بعد از به دست آمدن محصول برنج پرداخته می شد، چون زارعین در آن موقع پولدار می شدند و مربیان دام نیز در همان موقع مقارن پاییز قسمتی از محصولات حیوانی خود و بالاخص روغن را می فروختند. سایر محصولات حیوانی مثل پنیر و پشم و پوست را می توانستند در تمام فصول سال بفروشند، اما فروش روغن اختصاص به فصل پاییز داشت، زیرا جز در آن فصل نمی توانستند روغن را به بازار حمل نمایند.
ظرفی که روغن در آن ریخته می شد عبارت بود از محفظه هایی از پوست موسوم به خیک، و اگر در فصل تابستان روغن را در خیک می ریختند و هم می کردند، در راه به طور حتم خیک محتوی روغن به مناسبت گرمی هوا و حرکت چهار پا و ناهمواری راه پاره می شد و روغن هدر می رفت. لذا وقتی هوا خنک می شد و باد پاییزی می وزید، روغن را در خیک ها می ریختند و چند روز صبر می کردند تا هوا سردتر شود، و آنگاه خیک ها را بر پشت اسب یا استر می بستند و به سوی بازارها به راه می افتادند. یک نوع پنیر که در استراباد زیاد مصرف می شد و آن را پنیر خیکی می خواندند نیز فقط در پاییز از طرف دامداران به فروش می رسید، چون در فصول دیگر آن نوع پنیر به دست نمی آمد. در هر حال پایان تابستان و آغاز پاییز فصل پولدار شدن زارعین و مربیان دام بود و همان موقع مالیات خود را می پرداختند و مالیاتی که از مربیان دام گرفته می شد خیلی زیاد بود، چون استراباد و مازندران و گیلان در آن عهد از مراکز بزرگ پرورش گاو در دنیا به شمار می آمد. و فارستر انگلیسی، نویسنده کتاب از بنگاله تا انگلستان که در نیمه دوم قرن 18 میلادی مقارن با دوره جوانی آقا محمد خان قاجار از استراباد و مازندران عبور کرده، می گوید در هیچ یک از کشورهای جهان به اندازه استراباد و مازندران گاو وجود ندارد و هر 100 گاو را به زبان محلی آیش بر وزن آتش می‌خواندند و دامدارانی هستند که 50 آیش دارند و در هیچ یک از کشورهای اروپا نمی‌توان یک مربی دام را یافت که 5000 گاو داشته باشد. مصطفی استراباد با کمک حاکم مالیات آن ولایت را وصول کرد و آنچه وصول شده بود به مبلغ 250,000 تومان در 2500 کیسه که در هر یک از آنها 1000 سکه نقره 8 زرعی بود و آنها را در کیسه بزرگتر گذاشته بودند، با عده‌ای مستحفظ به سوی تهران فرستاد تا به خزانه کریمخانه زند تسلیم گردد. آقا محمد خان قاجار که از رسوم محلی اطلاع داشت و می دانست که پول مالیات در چه موقع از استراباد به سوی پایتخت فرستاده می شود، با سواران خود به کاروان حامل پول حمله برگردید. مستحفظین کاروان که مسئول حفظ پول بودند مقاومت کردند و کشته شدند و سواران آقا محمد خان استرهای حامل پول را بردند. این واقعه هم مثل قسمت‌های دیگر از وقایع زندگی آقا محمد خان قاجار و سایر سلاطین قاجاریه در تواریخ مورخین ایرانی دیده نمی‌شود. مبلغ 250,000 تومان در آن عهد پولی گزاف بود و خیلی کمک به بهبود وضع خانواده آقا محمد خان قاجار و طایفه اشاغباش کرد. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز
لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید.